موزش. صدای آبادی سلام شنمده عزیز برنامه صدای آبادی اگر در ادارات آمه اصول حاکم بر اداره مرات نشه بر مردم و ادارات آمه سبب چه مشکلات میشه؟ گارد لمه که او سبرگاه میگفت که وقت نان است سوجه بیشینه ایجه بیشینه و اگر در اداره آمه اصول اساسی حاکم عملی شود چی فایده داره؟ برنامه یفتی صدای آبادی به این پرسش ها پاسخ میگه که من وحیده صابر تقدیمتان میکنم. در زندگی بعضی کارهایی است که مربوط ادارات عامه میشه. مثل گرفتن اسناد مکتب، پوهنتون، عقص جواز تجارتی و کاربار جواز تجارت مالیه و بعضی کارهای دیگه هم است که به اداره مربوطه وابستگی داره همچنان گرفتن پاسپورت و تذکره و دیگه کارهای رسمی در ادارات تا آمد تایی مراحل میشه ایده به خاطر که کارشان زودتر انجام شود یا یکی از مامورین همان اداره را مشناسند و یا که رفتار تبعیز است چون مطرح نمودن قوم، زبان و یا سمت را پیش می و به این گونه کارشان را در ادارات آمد تعی مراحل می اما کسایی که شناخت و یا واسطه ندارند کارایشان معطل قرار داده میشه ای که چون این برخورد تعداد مامورین ادارات آمد سبب چه مشکلات میشه از مردم می ما کندوز دو مامور دیگه سی سی رفت. گارد لامه کرد که اوسو بره گام که وقت نان است سوجه بشینی ایجه بشینی مای ما روزام رسید دیگه یک چند روز در روزام رفتم خودم هم خیاط هستم و در روزه سیزن خیاطی دیگه از کار خودم افتیده بودم دیگه جاف رنجیدم نام <تصفح> از جرمال از ولایت نگرار کار سوابق سه چهار ماه داده می آمدم کار مرنم نمیکرد ازي خاطر کوم ام زبان ش نه بودیم د نن هم افدل صبور اس ماشینده ولایت لوگر او پیلن موصل تبي مالجوي ولایت کابل طرفي سمته موود کار خود خلاص میکا سمته دیګه کې بوت کار مار جنجلي سخت او مشکلات ایجاد میکد نوبته مار پسند نندخ با کارمندان ها ما جن قدم و برخورد fiziki هم صورت گرفت تقریبا 3 سال قبل قانون اجرئات اداری نافذ شیدل یک بخش از این قانون در مورد اصول حاکم به ادارات عامه می باشه به با این معنی که ادارات عام انگام انجام امور کدام نکات و اصول را در نظر بگیرند تا کاری را که انجام می منظم باشه و کار مراجعین به شکل اساسی طی مراحل شوه اما در بعض ادارات عام همین اصول تطبیق نمیشه و برای مردم مشکل زیاد خلق میشه در مورد از محمد اشرف رسولی یکی از قانونگذاران قانون اجراءات اداری مشنویم اگر در یک اداره سلسله مراتب وجود نداشته باشه انضباط وجود نداره دیسپلین وجود نداره اداره متلاشی میشه اداره یک اداره ناکار است یک اداره است که غیر از این که خدمت به مردم انجام داده نمیتونه خود سر روان از کار خود میکنه نظارت و مراقبت اگر در اداره نباشه اداره میشاره اداره از بین میره وقتی که یکی از مراجعین مراجع میکنه به یکی از وزارت دولتی درخواست از او هست، ما در اینجا میرم امی اداری خودم است اداری است که من میرم مشکل مرا حل میکنه اگر تا بابرش روی مناسب صورت بگیره اگر به یک جواب منفی گفته شود، تا به یک انتباه به صحبت از اداره میگیره و در برابرش اگر روی نادرست صورت گرفت یا این آدم تعیین شد خدا نخواسته یا تاخیر شد به مو اندازه نفرت پیدا میکنه از اداری خود از دارید خود نه به اداره به اعتماد بشه به دولت به اعتماد بشه به گفته آگاهان حقوق اگر در ادارات آمه قانون اجرات اداری تطبیق نشه مردم به خاطر انجام کارهای اداریشان به مشکلات زیاد دچار خواهند شد و نسبت به ادارات دولتی بی باور خواهند شد حال می بدانیم که اصول اساسی حاکم در اداره آمه کدام ها اسم ما عبدالرحمن است. از لغمان دا قمي ستزيدل غر شوهده بود چې تعبيد بنوي مردمو کې د مونټر ژوندۍ میکنوم مني ايمي قانون هم به می شوکلات کې درې عدالت دولتي تعبيد لساني سمطي قومي مذهبي رامني قرار داده ګرفته تېصيب شوهه کې باید خدمات يمه به هو مردم بدون کوم تعبيد ایره شوه دا به د دې قانون کې تسييب شوهه ما چې نه ميننم او خبرم نيستيم نو تسييب شوی قانون په خاطر ازي کس خبر نه اکثریت مردم خبر نه داري ځخون کې نو تسييب شوی محمد صادق نام دارم فیصل تخلص میکنم از ولایت بغلان فارغ تحصیل پانزه حقوق در یک اداره یا فرض مثال در یک بخش دیگی که فرض مثال یک کسی کار میکنه کار دو روز یا سه روز ای باید دم سه روز انجام داده شود نباید فرض مثالی در یک هفته یا دو هفته بباند که فرض مثال هم مراجین هم خفه باشه فرض مثال هم هم خسته باشه دیگه این همی اصولایش هست هران قانون که در ابتدا شکل می در اوائل مردم در مورد آن چیز نمیدانن همچنان در مورد قانون اجراعاته داری تا هنوز تعداد بیشتر مردم آگاهی کامل ندارند. تعداد همان قدر معلومات دارند که ای قانون در مورد است که کارهای رزمی که به اداره عامه مربوط میشه باید به شکل منظم و بدون جنجال طی مراحل شود به خاطر وضاحت بیشتر در این مورد از قانون گذار میشنویم در سال 1396 در آخراش در ماه ما قانون اجرا اتداری ساختیم این قانون اجرا اتداری پنج فصل است و افتاد و پنج ماده است بخش اجراعات اداری در حقیقت بیانگری از این است که یک مامور یک کارمند خدمات آمد یا قدرت آمه چه قسم اجراعات خود باید تنظیم بکنه ما دو بخش عمده داریم در قانون اجراعات اداری یک بخشش حقوقی است یک بخش اخلاقی است اما وقتی که اخلاقی رو میگیم معنی از این است که اخلاقی محض است که اگر کس رعایت نکرد پروانه نداره جدا قابل رایت است ولی بخش عمومیش که حقوق است چند اصول هست که باید ای راحت شود اولین اصل اصل قانونیت هست اداره قانونیت چند تا بخش میگیره و دو تاش به مهم است کدام بخش است اول اجراعاتی که یک مؤذف خدمات اما انجام میده باید مطابق حکام قانون باشه نه که سر به خود هر رقم میلش بودی کار بکنه اصل دومش اصل بیترفی هست وقتی که یک مؤذف خدمات آمه کار میکنه و مسئول نیست که به حزب خود کار کنه و پردی خود به گروه خود به قوم خود ای کپا او باید به طرف آره عمل بکنه کل مردم افغانستان تا یک ست و یک سویه باید به خود ببینه اصل رئیس جمهور گرفته تا پایین تر در برابر کل اگه باید به یک سور تطبیق شد به ای بسار مهم است موضوع موضوع پستگویی است معذف ختمه و تامه باید خود پاسخگو بدانه هم در برابر اداره پاسخگویی داره هم در دا برابر مردم خود اصل دیگه که در قسمت بسیار مهم از موضوع تداوم خدمات هم است تداوم مانو از این است که ما خدمات عامه را متوقف ساخته نمیتونیم اصل دیگه که در قسمت وجود داره موضوع شایسته سالاری است ما افرادی را که میریم به اداره جابجا می کنیم باید ظرفیتش اهلیتش شخصیتش داشته باشند نه که ما میریم به حساب حزب خود به حساب گروه خود به حساب قوم خود به حساب مثلا سمت خود به حساب زبان خود او را میکنیم اصل دیگه در قسمت موضوع شفافیت است کاری را که ما انجام یک کار برای خدا و برای مردم خود و برای دولت انجام میتیم چقدر امی اصل ما شفاف هستن موضوع دیگه موضوع اصل مستند و مستدل بودن حکم است یا تصمیم است تصمیمی که ما میگیریم باید مطابق قانون باشه و به همین گونه اصل تناسب است هم ام منفعت عامه تامین شود هم منفعت شخص یا خنتون به خاطر منفعت و مخ شخص از من ببریم یا به خاطر حق شخص کاملا منفعت عمر از بین ببریم و بالاخره موضوع دیگه که از رعایت سلسله مراتب از زکات داره امی آدمی که ما برش مراجعه کردیم یک قذیر نداره برو و برو ارتباط نداره قربان خدا کلف است که درنمایی بکنه یک اصل اصول اجرات اداری است که هیچ یکی از کارکنان اداری حق نداره که رفتار تعصبی زبانی و یا سمتی با مراجعین داشته باشند در قانون آمده که به اساس اصل بیترفی، باید همه خدمات دولتی برای همه شهروندان اقوام و مردم یکسان تطبیق شود همچنان کارمندان ادارات عامه مکلف هستند که با مراجعین برخورد خوب داشته باشند حال می پردازیم به ای که اگر در ادارات عامه قانون اجرات اداری تطبیق شود چه فایده داره نام سلیمان است از ولایت لوگر ولسوالی چرخ است در یک اداره دولتی کار داشتم برای محترم میخواستم اسناد بگیریم وقتی که رفتم پیش از نوبت خودم را آگاه ساختم که در اداره عامه چه اصول پیش که برایشان گفتم که میخوایم اسنادهای محترم را بگیریم در آغاز با امروز فردا کردن و سرگردان می ساخت که این کار چی کرده وقت می خواهد نمی شود چنانج که بها نمی کنند بعدا ما کارمندان آنجا رو در روز صحبت کردم که چرا شما کار ما ماتل می اصول است که کار یک روزه باید در یک روز تمام شود کار یک هفته در همان هفته و بعد کارهای یک ماه زمان می خواهد گفتم اما کار اصناد من بسیار وقت گرفت قانونی است و شما باید قانونی آن را در وقت خودش تمام کنی. آنها پس زنکار کار اسناد محترم را در وقت قانونی تمام کردم و سندم رو گرفتم دنجار پیش نامد و براحتی سند محترم را گرفتم رشوت ندادم و کار ما بدون از کدام شناخت خلاص شد نه من اسمتلا الله عسیم از ولایت غزنی ولسوالی اجرستان است از سمت خود کدام نفرایشان که بود برای او کار خوب میکرد برای ما تا زود کار خلاص نمیشد گفت که یک ساعت بعد بیا نیم ساعت بعد و باز سری ما وقت شد باز که ما فرستان کردم که از قانون نو دولت که ما مثلا دیدم که این قانون داره که بعد هر کار که در ادارات بند میشه بعد بر هر نفر بعد خلاص شود دیگه تعویض نشود بر یک نفر خلاص میشه بر یک نفر نمیشه باز برای کارمند از قانونی دولت که خبر دادم که قانون است برای من باید کار زود خلاص کنی بس که او قانونی که ما برشان گفتم بس اون برای ما کار خلاص کرد خوب شد دیگه کدام چیز دیگه نگفته آگاهان حقوقی هم به با باورند که اگه قانون اجرایات اداری به شکل منظم تطبیق شود مردم به ادارات دولتی بی باور نمیشن و برعکس از کارکردهای ادارات عامه خرسند میباشند این اصول که راحت شود کار به شکل منسجمش به شکل خودکارش پیش بره دیگه, دیگه ایجا نمی نمیکنه که در اونجا یک وقفه بیا ایجا نمی نمیکنه که سکتگی بیا یا مثلا یک کس مایوس از داره از دفتر از دیوان یک سیستم به وجود بیا وقتی که من میرم برابر قانون مثل هر کس دیگه یکسان من در نظر بگیرن و تفاوت بین ما یا بین از نگاه زبان یا سم یا منطقه یا زور یا قوتی که وجود دا داشته باشه طبعا که خوش مبرای یک آدم از اداره خود عدالت اجتماعی تامین میشه عدالت فردی تامین میشه اداره قانون به شکل درست تطبیق کرد از اداره دیگه شکایت وجود نداره دیگه در برابر اداره کس خطلم نمیکنه از اداره تعریف میکنن توصیف میکنن اداره تشویق میشه که کار خوب کردم موثریت در کار اداره میاد عزیز برنامه را که شنیدین همکار ما سمیرا حلیم زیده مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود.